مریم پاکیزه آهنگی که فتانه در سالن کوک در لندن اجراش کرد. ما گفتیم که اونزی که خب خیلی همیشه تاریکه، بیایم در یک روز بهاری در غرب لندن قبل از اینکه آهنگ آخر فتانه بشه در برنامه. حالا چرا اینجا هستیم؟ چند علت داره. یکی نشون میده بابا حیات های لندن هم بعضی وقتا بیشتر از خونه هاشه، اونم در منطقه ایلینگ. چندان سرسبز خرمه. و علتی که در این حیات های بهم پیوسته منطقه ایلینگ هستیم، غیر از اینکه نشون میدیم راز بقای اینجا هست و گربه و قمری دیشب جنگ کردن، این آلونک ته این باغچه هست. آلونک ترسناکیه، دستسازم هست، یعنی کسی که اینجا این پشت داره کار میکنه خودش اینو حتما ساخته لابد. و این آلونک بارون زده بهاری استودیو فرهاد زمانیه. دیدین که با فتنه داشت گیتار میزد، بفهمید تو منه که چیکار داره میکنه. چطوری فرهاد؟ سلام بهتون. چند دقیقه پیش در صحنه و الان اینجا گوشی به گوش. آره. رو در بیارم بذارم. داری رو چی کار میکنی؟ الان داشتم آهنگ فتانه رو میکس میکردم. همون که رو صحنه زدین یعنی که یه چیز جدیده؟ یه دونه جدیده. چیه بشنه؟ جدید به نام قسم فتانه. سند داری فتانه خوندتش؟ صداشو دارم اینجا. آره. صداشو دارم، عکسشو دارم. عکس بزنیم ببینیم چیه. ها برو. قسمت شده این دفعه رو دونسته اشتباه کنم. بله خودش فتانه. من که برم این آلونک، آلونک ترسناک. برای پس داری روی این کارا کار میکنی تو اینجا. آخه چطور تو اینجا؟ اینجا برای اینکه اصلا بهش نمیاد. یه جورایی به من اینجا آرامش میده. همسایه هم آرامش میده؟ نه اتفاقا آکوستیک کردم، همه رو ساوند پروف کردم، صدا نمیاد. البته من زیاد صدای بلند احتیاجی ندارم به خاطر اینکه همون قدری که خودم بشنوم برام کافیه. و ضبط توی یه همچین استودیو خونگی واقعا قابل شنیدنه؟ ضبط یعنی قابل آلبوم ساختنه؟ از نظر میکروفون، از نظر سافرهایی که اومده فکر میکنم بهترین هاست دیگه. یعنی هر کسی میتونه تو خونه خودش ضبط کنه دیگه. مایکل جکسون که نیستش که، یا مثلا لیدی گاگا میرن اونها استودیوهای بزرگ کارشون رو انجام میدن. ولی برای ما ایرانی ها فکر میکنم اندازه باشه. اندازه باشه. با کیا ضبط کرده اینجا؟ از اسمایی که آشنان همه. آقای ایرج جنتی عطایی هست. برای کدوم خواننده؟ برای داریوش اقبالی. برای داریوش. نمیتونی بشنیم حالا؟ آهنگش متاسفانه دوگمه رو بزن من بزنوشو. نه اینو نمیتونم بزنم برای اینکه هنوز یعنی اجازهشو ندارم. مطمئنم نمیشنواش. میدونم ولی یه کاری بکن. ملودیشو که میدونی؟ بله ملودیشو. نوت اول و سومشو بزن. نوت اولشو. اوکی. حالا نوت دوم و چهارمشو بزن. ده. خب من اینو میخواستم بزن. خب من بعدا اینو میتونیم با هم مخلوط کنیم شما آهنگ بفهمیم چی بوده. چه رو دستی خوردی فرهاد. خب فرهاد تو البته من اشتباه زدم. اصلا خب فرهاد ما تو رو توی برنامه کوک زیاد دیدیم که گیتار میزنی، با مرتضی زدی تو برنامه، با فتانه زدی من بوده. و بیشتر خوانندگی میام رو تو میشه اعتماد کرد، تو میشه تکیه کرد. مثلا تکیگاه ما هست لندن. ولی خب اومدی تو کار تنظیم الان که نون آب نمیشه. نه ولی این میگم اصلا من از نظر مالی بهش فکر نمی کنم. کاریه که خودت با دست خودت که میسازی و وقتی مردم بهش علاقه من میشن و تشویقت میکنن و میبینی که غیر از خودت چند نفر دیگه هم دوستش دارن و بهش عشق میورزن، این تو روحی آدم تاثیر میذاره. یعنی من اینو دوست دارم. تنظیم یا سازبندی آهنگا تخصص هم میخواد، اون میتونه اونجا بره بزنه. ولی اینجا مثلا میان دانشگاه درس میخونن و اصلا تنظیم کننده خط گیتار توی آهنگ جداست حتی از جاز درامزش. مثلا تو چه شنیدم؟ نه مزاحمت میکنم. چی نه خواهش میکنم یک بار دیگه عذر میخوام. راجع به تنظیم شد من متوجه نشدم. گفتن که تنظیم خودش درس خوندن اینا میخواد. 100% بله. من تو تیمز یونیورسیتی اصلا این کار انجام دادم دیگه. رفتم اصلا میوزیک پروداکشن خوندم، سازبندی و چه جور. بابا دیگه با چه کسایی کار کردی تو لندن؟ از خواننده خود لندن کیا هستن؟ خانم کارینه نیکول یکی از دوستان قدیمی منه که تو بند بودیم با هم. صدای فوق العاده زیبایی داره. آقای سامانه که در لندن هست. آلبومشو تموم کردیم. اسم آلبوم؟ اسم آلبوم کفشای تو. غیر از خواننده های لندن با یکی از دوستان افغان که از طریق اینترنت باهاش آشنا شدم
یه آهنگی رو تنظیم کردم براش، شعر و آهنگ از من بود که در ستاره افغان در آلمان با این آهنگ نفر اول شد در مسابقه. در مسابقه اسمش جاوید افکار. در سماخ در کنارم استوا زردگردی. و فرهاد از خانواده هنرمند زمانی ها هستش که رامین زمانی هم در آمریکا آهنگساز تنظیم کننده است و صداش رو هم میشنن تو بیشتر تبلیغات. آره صدای قشنگه. و غیر از اون با یه خواننده دیگه در لندن هم کار کردی و خیلی هم زیاد باش کار کردی، بیشتر از هر کس دیگه تو لندن رو خواننده رو میشناسی و اون خودتی. فرهاد زمانی آلبوم بیرون داده، یه آلبومش اینجا هست پیدا کردم، اونجا گذاشته بود به عنوان تله که خبرنگارا میان تو تلهش بیفتن. البته بهت بگم این آلبوم آلبوم چه موفقی نبوده. چرا تو خیلی موفق بود تو امریکا این اومد به بازار، اونم برای اینترنشنال ورلد میوزیک من اینو فرستادم و قبول کردن. بله موفق شدم که باشون دیل کنم. سبک گیتار اسپانیایی میزنی دیگه نه؟ نمیشه گفت اسپانیایی، برای اینکه اگه اسپانیایی بود شاید قبول نمیکردن اصلا. یه میکسی بین شرق و غربه. با این گیتاری هم که اینجا هستش و میدونم خیلی خیلی گرونه، من همش بلند میشم. این گیتار ایشون میگه 5000 پونده. 5000 پوند. اوه اوه. 5000 پوند. 4999 پوند شد. 5000 پوند بوده ولی الان فکر کنم دروبر 10-12 تا شده، چون 7-8 سالم ازش گذشته داره. پس آقا اینو بگی دستت و این آهنگو تعبیر عشقو بزن. تعبیر عشق بیرون. بیرون که بارون میاد که. نه بری خب یه جای دیگه بریم بیرون که بارون نیاد. بری. برام معجزه هستی توی هر نگاه نافذ، تو واسم تعبیر عشقی توی هر فاله به حافظ. آسدگ رو کف دستا داره با ستاره میشه، گل یخ تو تره چشمات داره باز شراره میشه، داره باز شراره میشه. بریم اینجا. خب این یکی از آهنگایی بود که فرهاد ضبط کرده، ویدیوش هم ضبط کرده از آلبوم خودش و گیتارش و پیانوش که اینجا هم عکسش رو دیوار هست، تو پسازی که میزنه کشته که یادش نره اینا رو میزنه. ولی تو توی یه آلبوم دیگه هم کارت هست. نه یکی از کاراست به نام پرس آف فلامینکا که این آهنگ برنده شد جایزه ورلد میوزیک رو گره. و تو چه زمینه ای؟ تو زمینه سولو گیتار. خواستنش که توی یه آلبومی به نام جیپسی گاردن ثبت بشه و ثبتش کردم. فکر کنم در حدود 23 تا ترک هست که یکی از آهنگاش مال منه که صداشو زیر صدامون داریم میشنویم. بره آلبومشو پیدا کنه. باید پیداش بکنه. این آلبومتو پیدا کنه. این که نیست. تا فرهاد این آلبوم رو پیدا نمی کنه از غربتر لندن که ایلینگ باشه و خونه خودش، بریم به غرب لندن سالن کوک و آهنگ آخرمون. واسه واسه تمام بچه پشت صحنه بودم و کار به فنی این شما با بار دیگر فتانه. سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون پری افزونگری آری، دیوانه رویت من نداری خبر از من، سرگشته رویت من چه خواهی دیگر از من. جانو هم جانانه ای اما در دلبری افسانه ای، اما اما ز من بیگانه ای، اما دیوانه خواهی چرا توی آفت درا، سرگشتم خواهی چرا توی نوگل رنا. I
هر شب که مه در آسمان گردد عیان دامن کشان گویم به او راز نهان که جانم چه ها کردی که با من چه ها کردی هر شب که مه در آسمان گردد عیان دامن کشان گویم به او راز نهان که جانم چه ها کردی که با من چه ها کردی که جانم جفا کردی سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه رویت منم نداری خبر از من سرگشته گویت منم چه خواهی دیگر از من